با رسیدن بامداد کودکانی که به سختی از خواب شیرین بیدار شدند باید به مکتب شتابند چون ممکن است دیر کنند. برای رسیدن به مکتب 1.5 ساعت ضرور است. از این خانواده 5 نفر به مکتب می روند. دختری کلونی به صنف 8 می رود. فرزند خردی در صنف ابتدایی است. وقتی هوا بسیار سرد شد، البته کودکان را نمی گذاریم به مکتب بروند. می ترسیم که چگونه به مکتب می روند. چگونه در چنین هوا به خانه بر می گردند. دیروز و پریروز در خانه بودند چون که هوا بسیار سرد بود. کودکانی که در کوهستان زندگی میکنند ظاهراً به چنین سردی ها عادت کردند. فرزندان 20 خانواده از این روستا به کنار راهی تاش باشد در ولایت نارین میآیند و هر ماشینی را که آمد نگاه میدارند. اگر ماشین استاد، اول کودکان و دختران را سوار میکنیم، خودمان پیاده میرویم. اگر ماشین پیدا شد تا مکتب میرساند. امانتور میگوید اگر ماشین یافت نشد پیاده میروند و به درس ها دیر میمانند یا اصلا به مکتب نمیروند و همین گونه زیاد میشود. در روزهای سرد زمستان هم این بچه ها باید 7 کیلومتر راه را طی کنند و به مکتب برسند. از کنار رودخانه نارین حرکت میکنند تا به مکتب میآیند که سردی به استخوانشان میرسد. وقتی وارد مکتب می شوند درس اول تمام شده درس دوم آغاز می یابد. آموزگاران به دیر ماندن بچه ها عادت کردند. در راه ماشین ها را نگاه می دارند. بعضن دیر می کنند. هرچند این موقتی است. همین که اتوبوس مکتب را تعمیر کردیم آنها را با ماشین می آوریم. دیر ماندن آنها را درک می کنیم. سال گذشته سرپرستان مکتب برای آنها یک اتوبوس خرد خریدند، ولی این اتوبوس زود و به خصوص در زمستان ویران می شود. حالا تعمیر طلب و در گراژ است. مسئله پول قسم های احتیاطی حل شد. متخصصان کار را که تمام کردند به راه می برایند. زود می شکند. تا آخر ماه دکبر حرکت می کرد. برای مواد سوخت و تعمیر ماشین از حساب حکومت ناحیه تقریباً 1500 دلار اختصاص دادند.